بهترین سریال های نمایش خانگی ایرانی، معرفی 10 سریال معروف و پرطرفدار. سریال های نمایش خانگی ایرانی در نیمه دوم دهه 90 رونق بسیاری گرفتند و بیشترین سریال ها هم در دو سال پایانی این دهه ساخته شدند. کم کم فضای رقابتی بین تولید کنندگان به وجود آمد و از طرفی وجود پلتفرم های اینترنتی مناسب نیز بیش از پیش باعث رونق این صنعت شد. اگرچه ایام کرونا و بسته شدن سینماها هم از دیگر دلایل محبوبیت نمایش خانگی هستند، ساخت سریال های نمایش خانگی صنعت کشور را در برابر حجمه سریال های خارجی بیشتر حمایت می کند. بسیار خوب، در این ویدیو قرار 10 تا از بهترین و پرطرفدارترین سریال های نمایش خانگی ایرانی رو بهتون معرفی کنیم. پس اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سریال شماره 10، میخواهم زنده بمانم. این سریال که از اسفند 1399 به کارگردانی شهرام شاه حسینی و بازیگری حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان و مهران احمدی کلید خورد، به تازگی روانه نمایش خانگی شده و داستانی است که در دهه 60 اتفاق میافتد و با سکانس های عاشقانه زوجی عاشق پیشه شروع و با اتفاقی هولناک ادامه مییابد. اما و نادر نامزدند و میخواهند به زودی ازدواج کنند. منتها اتفاق بدی که برای پدر هما میافتد همه چیز را عوض میکند. داستانی پیچیده و در این حال قوی با بازی فوق‌العاده بازیگری چون حامد بهداد و سحر دولتشاهی، این سریال رو به اثری با کیفیت و پرطرفدار تبدیل کرد. قوی بودن سریال میخواهم زنده بمانم تا به این مرحله از پخش برای مخاطبان به شدت محسوسه و بینندگان با سریال خوب ارتباط برقرار میکنند. اما برای بررسی نقدهای بیشتر بعد منتظر نظرات بیشتر مخاطبان باشیم. شاید اگه این سریال بتونه جذابیت خودش رو با همین شیوه حفظ کنه، یکی از بهترین سریال ها ایرانی خواهد. سریال نهم، سریال سیاوش. این سریال که بهمن 1399 کلید خورد و کارگردان اون سروش محمدزاده و با بازیگری میلاد کیمرام و رضا کیانیان و مجید صالحی و ترلان پروانه همراست، سریال اجتماعی است و این سریال معضلات و مشکلات مردم رو، تقابل فرهنگی نسل جدید با نسل قدیم و مشکلات خانوادگی بنیادی رو به تصویر کشیده و کلیت داستان درباره یک قهرمان ورزشیه که نامزدش بیماری کبد داره و روایتی ساده اما با دردهای عمیق که هر کسی به شکلی در اون تجربه‌ای داشته رو به رخ میکشه. این سریال با اینکه هنوز پخشش به پایان نرسیده اما رضایت بسیاری از مخاطبانش رو جذب کرده. از ساختار این سریال، نحوه نگرش به قصه و روایت پیوسته و معناداری که دنبال میشه رو رضایت زیادی دارن و در مجموع میشه گفت سریال از نظر اجرا کیفیت مناسبی هم داره. یکی دیگه از مواردی که به عنوان دلیل موفقیت این سریال عنوان شده، اشاره به مشکلات اجتماعی و بیان ملموس دغدغه‌های این روزاست، طوری که بازیگر از جنس مردم هستند و عمده رنج‌هایی که خیلی از مردم تجربه کردن رو یادآور شده. سریال قورباغه، یک شاهکار از هومن سیری با بازیگری صابر ابر، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی و فرشته حسینیه که در سال 1399 در حال پخش و ساخته. قورباغه سریال رمزآلودیه که به مخاطبانی پیشنهاد میشه که عاشق هیجان و ماجراهای معمایی‌اند. داستان این سریال متفاوت تر از انتظار مخاطب پیش میره و هر لحظه از سریال نوعی آرامش داره که مخاطب تا میخواد آروم بشه دوباره هیجان و استرس خاصی رو تجربه میکنه. ماجرا به هیچ وجه برای بیننده قابل پیش بینی نیست. پس قصه ها دور از هم به طور خلاقانه به یکدیگر ارتباط پیدا کردن و قورباغه نسبت به رقبایش تونسته بیشترین رضایت مخاطبان رو جلب کنه. ماجرای مرموز و قصه متفاوت این سریال حال و هوای نمایش خانوادگی رو عوض کرده و میشه گفت نمونه کاملا متفاوته. نقش آفرینی خوبی که بازیگرا دارن، روایت جذاب و کیفیت بالایی که حتی موسیقی متن این سریال داره، تحسین بیننده رو به دنبال داشته. سریال ششم، ملکه گدایان. ملکه گدایان به کارگردانی حسین سهیلی زاده و بازیگری باران کوثری، آرمان درویش، پانتا بهرام، رویان اونهالی و فرزاد فرزین در ژانر درام اجتماعی عاشقانه کلید خورد. ملکه گدایان هم در نوع خود سریالی متفاوته، اثری که در آن مخاطب با ماجراهای رمزآلودی مواجه میشه و در واقع میشه گفت سریالی با پیش و غم عاشقی، رمزآلود و با اشاره به معضلات اجتماعی کودکان کاره. سریالی که مشخصه قوه تخیل سازندگانش اونقدر قوی بوده که سعی کردن معضلات اجتماعی رو در کنار ماجراهای رمزآلود سامان دهند و مخاطب رو پای اثر متفاوت میخکوب کنند. نقدایی به سریال ملکه گدایان شده و از جمله قصه غیر قابل درک آن مستعد انتقاد شدنه. شاید برخی از رخش‌ها ضعف فیلمنامه باعث میشه که مخاطب نتونه با قصه ارتباط خوبی برقرار کنه و بعضی از بینندگانم به شکل‌گیری عشقای مثلثی واکنش بدی نشون دادن.
و معتقدن روال داستان با این اتفاقات آسیب دیده. با این حال داستان کشش کافی رو داره و انقدر مخاطب رو درگیر میکنه که بخواد منتظر ادامه داستان باشه. سریال شماره 5 آقازاده. آقازاده به کارگردانی بهرنگ توفیقی و بازیگری امیر آقایی، امین تاروخ، مهدی سلطانی، امین حیایی، جمشید هاشمپور در ژانر اجتماعی سیاسی کلید خورده و همونطور که از نامش مشخص هست مربوط به اول ماجرای آقازادگی میچرخه. واژه‌ای که در چند سال اخیر نظرات زیادی رو به خودش جلب کرده و اتفاقاً آقازاده هم به همین علت ساخته شده. سریال آقازاده با همین واژه و مفهوم آقازاده بودن داستان اجتماعی و زیبایی رو شکل داده که این سریال در یک فصل ارائه شده و عوامل اون نسبت به ساخت فصل دوم هنوز اطلاعات دقیقی در اختیارمون قرار ندادن. اگه شما هم به داستان‌های هیجان‌انگیز و درام اجتماعی علاقه‌مندید این سریال رو حتما تماشا کنید. به نقل از روابط عمومی شبکه‌های اجتماعی، تماشای آنلاین آقازاده تا ساعت 12 شب روز چهارشنبه 12 شهریور در پلتفرم‌های نمایش فیلم خانگی 25,861,865 دقیقه است که در مقایسه با آمارهای پیشین رکورد بسیار تازه‌ای در تماشای آنلاین سریال‌های نمایش خانگی حساب میشه. جایگیری مناسب نقش‌ها، بازی واقعی بازیگران و قصه‌ای قابل درک و جذاب و گیرا سریال رو قوی کرده و آقازاده در بوره‌های خاصی دچار حاشیه شد. اما بعضی از صحنه‌ها مثل محرمیت عجیب عامل تهرانی با همسرش و انتقاد شدید مخاطبان و برخی دیگه هم تطابق داستان با ماجرای واقعی کشور رو نپسندیدن و دسته‌ای از مخاطبان این مسئله رو نقطه قوت سریال دانستن. آقازاده به عنوان یک سریال نمایش خانگی توانسته به موفقیت قابل قبولی دست پیدا کنه. سریال شماره 4 همگناه. ما همه همگناهیم دیالوگ بیادماندنی این سریاله و همگناه هم سریالیه که روابط بین اعضای یک خانواده رو به چالش میکشه و خانواده ای پر جمعیت که احترام به بزرگتر مسئله مهمی است رو نشون میده و منتها انتظارات بزرگترها و کلیشه های اجتماعی و نگه داشتن این احترام رو برای کوچکترها سخت تر میکنه. از طرفی فرزندان هم نمیخوان مثل خاندانشون زندگی کنن و ارزش ها و آرزوهای متفاوتی دارند و همین باعث میشه که داستان فیلم پرتکاپو و پرهیجان بشه. همگناه به کارگردانی مصطفی کیایی و بازیگری پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، محسن کیایی، حبیب رضایی و مهدی پاکدل تونسته تا الان رکوردهای خوبی رو به اسم خودش ثبت کنه. سریال همگناه رکورد جدیدی در شبکه نمایش خانگی ایران رو ثبت کرد و قسمت پایانی تو فصل اولش با ثبت 10 میلیون دقیقه تماشا در کمتر از 24 ساعت رکورد خودش رو زد. قسمت آخر فصل دوم همگناه نیز فقط تا انتهای همون روز انتشارش با ثبت رکورد 20 میلیون دقیقه در تماشا همراه بود و گذشتن از این مرز برای قسمت آخر یک سریال اونم توی یک روز برای اولین بار در ایران رقم می‌خورد و همگناه با این روند رو به رشدی که در طول زمان انتشار خودش داشت تونست رکورد رو بزرگ به نام خودش ثبت کنه. بینندگان این سریال به برخی از انتخابای این سریال خصوصا در فضاسازی اتاق پلیس انتقادهایی هم داشتن و کارگردان این سریال از مخاطبان افرادی که عکس آنها را استفاده کرده بود و عذرخواهی هم کرد. از طرفی جمعی از مخاطبان به مسئله کودک همسری و عدم وفای به عهد که در قالب مثبتی نشون داده میشد نقد داشتند و منتها در مجموع بسیاری معتقدند چنین سریالهایی باید ساخته بشه تا بتونیم راحت‌تر با کلیشه های فرهنگی که به کل اشتباه شکل گرفتن کنار بیاییم. سریال شماره 3 کارگردان منوچهر هادی، اسم دل. بازیگران حامد بهداد، ساره بیات، یکتا ناصری، کوروش تیامی، سعید راد، بیژن امکانیان و افسانه بایگان. سریال دل ملودرامی عاشقانه است که در اون ماجرای ترکیبی از عشق افراد مختلف به یکدیگر رو به رخ میکشه و منتها مشکل اینجاست که عشق دو طرفه بین شخصیت‌های داستان رخ نداده و همین عب موجب آشوب در زندگی افراد شده. سریال دل وضعیت زندگی ناپایدار یک دختر رو پس از تجاوز نشون میده که به نظر میرسه چالشی که کارگردان و نویسنده این سریال انتخاب کردن بسیار ارزشمنده و ای کاش بیشتر برای کیفیت ساختش کار میکردن. کش اومدن بی مورد سریال و ضعف اجرا و روند کند داستان از طرفی و نفوذ مستقیم اسپانسرها توی بدنه سریال از مشکلات دیگه این سریاله که باعث ناراحتی مخاطبانش شده. منتها شاید اگه بخوایم یکم منصف باشیم بهتره به موضوعی که دل به اون پرداخته بیشتر فکر کنیم و اصل مطلب توجه کنیم. بحث تجاوز آثاری که روی روح روان انسان داره و نقش خانواده در این روزها پس از حادثه و روال قانونی پیگیریش کلیشه هایی بودن که تا کنون توی هیچ قالبی در جامعه صحبتشون نشده بود و دل ریسکی کرد که ارزشش رو داشت.
دل میتونست سریال بسیار موفق تری باشه و اگر زرق و برق سریال خودداری میکردن به جای اون بر کیفیت فنی تمرکز میشد، باز هم میتونست تأثیر بهتری داشته باشه. سریال دوم، مانکن. همیشه عشقای بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشتن بهترین و کوتاه ترین معرفی سریال مانکنه. مانکن درامی اجتماعیه و بیشتر روی نشون دادن اختلاف طبقاتی و مشکلات جوونا مانور میده. این سریال موفق تونسته بینندگان رو تا آخرین قسمت پخش خود پیش ببره و عشق همتا و کاوه به همون ناکامیشون برای ازدواج آغازگر ماجرایی نچندان منصفانه است و که شاید دوستداران این ژانر بخوان اینجور فیلمی رو ببینن. سریال مانکن با بازیگری محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، امیرحسین آرمان، نازنین بیاتی و فرتاد فرزین و کارگردانی حسین سهیلی زاده از 1398 کلید خورده و هنوز داره میدرخشه. سریال شماره 1، سریال شهرزاد. شهرزاد شاهکار ناماشنای سریال نمایش خانگی است. این سریال فوق‌العاده با موفقیت بسیار زیادی همراه شد و به نوعی نمایش خانگی ایران را احیا کرد. سریال تاریخی در دل خود زندگی چند خانواده رو به تصویر می‌کشه و بسیار هنرمندانه این خانواده رو به هم گره زده و در سریال شهرزاد با عشق شهرزاد و فرهاد وارد داستان میشیم و با ظلم بزرگ خاندان و خانواده ها رو به رو. منتها از اینجا به بعد دیگه تخیل قوی نویسنده و فضاسازی بی نظیر داستانه که مخاطب رو پای صندلی تماشا میخکوب میکنه. و اما سریال آخر، قهوه تلخ. قهوه تلخ که ساخته مهران مدیری در سال 1389 و بازیگری مهران مدیری، سیامک انصاری و محمدرضا هدایتی و رضا فیض نوروزیه، ماجرای یک استاد تاریخ و بیان میکنه که با دختری آشنا میشه که روی بره تاریخی خاص مطالعه میکنه و این استاد معتقده که چنین سلسله‌ای که اصلا در تاریخ وجود نداشته و برای سردر آوردن از اصل ماجرا با دختر همراه میشه و وارد فضایی میشه که نشون بده که بسیار تعجب کرده میشینه و یه قهوه میخوره و با خوردن اون قهوه بیهوش میشه و زمانی که بیهوش میاد خودش رو توی بره تاریخی میبینه. گفته میشه که این مجموعه در یک روز پس از ارائه در سیستم ویدئویی 1,000,000 نسخه فروش داشته که البته این سریال تماشای گستردهای هم داشت. بسیار خوب دوستان، این محتوا همینجا به پایان میرسه و اگر با این دست از محتوا حال میکنید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بسیار خوب، تا ویدیو و تاپ 10 دیگه با جوادیگ ها همراه باشید.